اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. مطالبی که در مسئله شفاعت ملاحظه فرمودید به چند قسم تقسیم میشد. اول این بود که الشفاعت ماهیه، دوم این بود که الشفاعت و حلهیه، یعنی هست یا نه. سوم این بود که شفاعت از چه گروهی به عمل می آید، مشفوعون لحچی. چهارم این است که شفیعی کی، از شفیع او من هوه. خدای سبحان بسیاری از امور را به عنوان شفیع مطرح می کند که بعضی از اونها فرشتگانند، بعضی انبیای الهیان و بعضی ها عباد صالح هم، بعضی ها خود انسان هم و اعمال انسان هست و آخر و من یشته ارحم الراحمین. اینها با قطع نظر از روایات هست، چون بحث روایی شفاعت علاهده است. در باره فرشتگان خدای سبحان فرمود اینها شفیع هم و استغفار میکنند. استغفار یه نحو شفاعت هم. وقتی فرشتگان برای عده استغفار میکنند، استغفار اینها با مغفرت الهی همراه است. این به نوبه خود شفاعت است. در سوره شورا حامیم شورا مسئله شفاعت فرشتگان را اینچنین مطرح می‌فرماید. آیه پنجم سوره شورا این است که والملائکتو یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. فرشتگان طلب آمرزش می‌کنند. ذیل کریمم با مغفرت و رحمت خدا تمام شده. فرشتگان اگر استغفار میکنن قطعا بیعتر نیست. پس استغفار فرشتگان مؤثر است. این به نوع خود شفاعت است. منتها مسئله که در این آیه مطرح است این است که خدای سبحان فرمود ویستغفرون لمن فی الارض. این مطلق است، یعنی هر که در زمین است فرشتگان برای اونها طلب مغفرت میکنن. در حالی که در بحث قبل گذشت که اگر کسی مشرک و کافر بود از شفاعت بهره ای نمیبرد، این یستغفرون لمن فی الارض هم شاهد داخلی دارد به اینکه منظور مؤمنینم، هم شاهد خارجی. اما شاهد داخلی آن است که فرشتگان اصولا معصومند و بدون اذن خدا کار انجام نمیدن. وقتی خدای سبحان فرشتگان را معرفی میکند در سوره انبیا میفرماید بل عباد مکرمونه لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. فرشته بدون اذن خدا سخن نمیگوید. اگر فرشته بدون اذن خدا سخن نمیگوید و کار فرشتگان سابق نیست بلکه لاحق است و خدای سبحان هرگز راضی نیست که اهل شرک و کفر بخشوده شوند، ان الله لا یغفر ان یشرک به، چگونه فرشتگان برای کفار و منافقین استغفار بکنند؟ پس منظور از این من فی الارض یقینا اهل ایمانند. چرا؟ چون فرشته بدون اذن خدا سخن نمیگوید، لا یسبقونه بالقول، یعنی سخن اینها تابع سخن خداست، کار اینها تابع کار خداست و خدای سبحان هم هرگز مشرک و منافق را نمی آمرزد، ان الله لا یغفر ان یشرک به. بنابراین پس ممکن نیست فرشتگان برای غیر مؤمنین طلب مغفرت کنند. این اصل سیره و سنت فرشتگان درباره استغفار. اما شاهد خارجی همون سوره انبیاء که در آیه 27 فرمود ولا یشفعون الا لمن ارتضا. فرشتگان جز برای کسی که دینشون مرتضای خدا باشد شفاعت نمی کنن. پس اگر در سوره شورا به اطلاق فرمود یستغفرون لمن فی الارض، در سوره انبیا فرمود که اینا فقط برای کسی شفاعت میکنن که دینشون مرتضا باشد. کل فرشته ها هم حاملان عرش هم غیر حاملان عرش. در سوره شورا فقط درباره حاملان عرش سخن به میان آمده است، اون در سوره غافر است که خواهد آمد. ولی در سوره شورا فرمود والملائکتو یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض، در سوره
انبیاء میفرماید این ملائکه لا یشفعون الا لمن ارتضا. پس این نشون میدهد که منظور از منفی الارض همه مردم نیستن. شاهد سومم آیه سوره غافر هست که همین جریان حاملان عرش و فرشتگان عرش را بیان میکند. اونگاه میفرماید اینها برای مؤمنین طلب مغفرت میکنند. آیه هفتم سوره غافر این است که الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا. در سوره شورا فرمود یستغفرون لمن فی الارض، هر که در زمینن برای آتا رای مغفرت میکنن. و ای در سوره غافر فرمود به این که و یستغفرون للذین آمنوا، گرچه اینها مثبتینن و مزاحم هم نیستن تا تغییر بشوند، اما به شهادت اون دو دلیل، یکی این که اصولا فرشته بدون اذن خدا کار نمی کند و چون خدا مشرک را نمی آمرزد فرشته برای مشرک طلب مغفرت نمی کند، یکی هم به همون استثنایی که در سوره انبیاء بود لا یشفعون الا لمن ارتضا، به شهادت اون دو دلیل اطلاق آیه سوره شورا تغییر می شود. اما به قرینه اون دو دلیل معلوم می شود که این آیه هفت سوره غافر که می فرماید یستغفرون للذین آمنوا، این هم مقید اطلاق سوره شورا. پس به سه دلیل می توان گفت که آیه سوره شورا به اطلاقه مأخوذ نیست. از الی ذلک تعبیری که بعضی از بزرگان کردن، گفتن به این که شاید متخذ از روایات باشد که فرشتگان برای هر که در زمین است طلب مغفرت می کنند، منتها غیر مسلمان را نمی بینن، نور ندارن، فقط مسلمانن که در زمین دیده می شوند و فرشتگان اینها را می بینن، اینا در حقیقت منفر ارزن. این که گفتن نورو بیوتکم به تلاوت القرآن ناظر به این نکته است. فرمودن به این که خانه ها را با خوندن قرآن نورانی کنید، همونطوری که ستاره های آسمان در اثر داشتن نور برای شما مشخصن، شما با نور اونها اونا را میبینید، فرشتگان آسمان هم به وسیله نورانی بودن قرآن اهل اون منزل را میبینن. خانه که در او قرآن خوانده میشود برای اهل سما نورانی است، اون خانه را میبینن. غیر مؤمن ظلمت است و ظلمت دیده نمیشود. اینم نکته چهارم. بنابراین فرشتگان شکیان و استغفار اینها هم یقینا مؤثر است، چون اینها بدون اذن خدا استغفار نمی کنند و اگر خدا اذن داد یقینا اجابت هم خواهد کرد، چون ممکن نیست خدا اذن استغفار بدهد ولی طلب مغفرت را نادیده بگیرد. لذا در ذیل کریمه هم فرمود به اینکه ان الله غفور رحیم. پس سخن فرشته مردود نیست، چون با اذن است نه بی اذن، و اگر با اذن است مؤثر است. نه من فی الارض، بل هر کرا که در زمین است. نه اصلا برای کسی طلب مغفرت میکنن که ببینن، و اگر یک کسی ظلمانی و تاریک بود اصلا جز من فی الارض نیست، روشن نیست. به آیه میفرماد کسی که در زمین هست، اونا که با چشم ظاهر که نمیبینن، که با اون چشم باطن میبینن. اگر با چشم باطن میبینن اینها قابل دید نیستن، چون نور ندارن. نه اینها ناظر به فرشتگانی که شفاعت میکنند است، نه اونهایی که حافظ اعمالن کرام کاتبن، اونها یه دید دیگری دارن، نه چه دنیا چه آخرت. الان این طلب مغفرتی که هر مؤمنی برای دیگری میکند این شفاعت است. نه منتظر ظهورش اونجاست و اساسش اونجاست، وگرنه لا شفیع عنده من التوبه، در حالی که در آخرت توبه نیست. نه شفاعت حقیقی در دنیا منتظر اثرش اونجاست. این که در بیانات هستمی دوزی کلمات قصار حضرت است که فهمد هیچ شفیعی به اندازه توبه اثر ندارد، برای که توبه همه گناهان را میبخشد، برای آن است که شفاعت به وسیله توبه باعث تطهیر انسان است و در آخرت مصون است، در حالی که در آخرت سخن از توبه نیست. شفاعت چه در دنیا چه در آخرت. فرشتگان هم الان شفاعت میکنن، انبیا هم الان شفاعت میکنن. پس این گروه اول،
اولین گروهی که شفاعت می کنند فرشتگان هم. فرشتگان برای مؤمنین طلب مغفرت می کنند. بعد انبیای هم. گرچه رتبتا انبیا بالاتر از فرشتگان هم. اما از در سیر بحثی اول فرشتگان بحث می شود بعد انبیا. در باره انبیا خدای سبحان جریان عیسی مسیح سلام الله علیه را ذکر می کند در آیه 118 سوره مائده. به خدای سبحان عرض بکند که پروردگارا این تو از ذب هم فین هم عبادو شد. اگر اینها که گرفتار تباهیان اونها را عذاب کنی خب عبد تو هم مولایی و حق تو. حق مولا این است که عبد عابق را تأدیب کند. اما و این تغفر لهم اگر اینها را بیامرزی فین نکن تل عزیز الحکیم تو عزیز الحکیم. این یک نحو شفاعت است منتها به این لسان بیان شده است. عرض نکرد خدایا اینها را بیامرز، عرض کرد که اگر خواستید عقاب کنید خب بنده تو هم تو مولایی و حق دار و اگر خواستی ببخشی تو عزیز و حکیمی کسی نمیتواند جلوی عفو و بخشش تو را بگیرد. این یک نحوه استدعایی، این یک نحوه شفاعتی. اگر برای عیسی مسیح ثابت شد یقینا برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم ثابت. چرا تو اگر بخوای ببخشی کسی جلوی شما را نمیده. تو عزیزی، عزیز یعنی نفوذ نفذیز و میدانی کرا ببخشی. چون که در سوره ابراهیم جریان شفاعت ابراهیم سلام الله علیه را مطرح میکند. آیه 36 سوره ابراهیم عرض میکند فمن تبعنی فانه منی. پروردگارا هر کس تابع من شد دین تو را پذیرفت اون از من است. اما و من عصانی اگر کسی معصیت کرد فندک غفور رحیم. این لسان لسان شفاعت است، یعنی ببخش چون تو غفور رحیمی. اون دعا و مسئلت حذف شده است و این علت ذکر شده است. نگفت و من عصانی فاغفر له، عرض کرد و من عصانی فندک غفور رحیم تو بخشنده ای. نگفت و من عصانی فندک قهار المنتقم، عرض کرد فندک غفور رحیم، یعنی با مغفرت و رحمت با اینها رفتار کن. این لسان لسان شفاعت هست. و اگر برای ابراهیم سلام الله علیه ثابت شد برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم به طریق اول ثابت. نه مسئله تمام شد که شرک بخشوده نمی شود. این درباره معاصی غیر شرک است. در سوره یوسف جریان شفاعت یعقوب سلام الله علیه مطرح است. آیه 97 و 98 سوره یوسف این است که فرزندان یعقوب به اون حضرت عرض کردن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. یک وقت از حق شخصی است که انسان میگوید مرا ببخش، یک وقت میگوید ما گناه کردیم تو از خدای سبحان برای ما طلب مغفرت کن. این دومی استدعای شفاعت است. فرزندان یعقوب سلام الله علیه بعد از اون گناه به یعقوب عرض کردن که برای ما از خدای سبحان طلب مغفرت بکن. اونگاه یعقوب سلام الله علیه هم در جواب اینجوری فرمود قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحیم. که گفتن این رو به شب ارجاع دادن که در نماز شب دعا کند، موقع سحر استغفار کند به مانند اون. خب اگر پیغمبر معصومی اجازه دارد که طلب مغفرت کند یقیناً با اذن خداست و خدای سبحانم به این طلب مغفرت ترتیب اثر میدهد. این شفاعت یک پیغمبر از یک گناهکاری یا چند گناهکار. در بحث قبل گذشت اگر خدای سبحان بخواهد کسی را که حق الناس به عهده اوست ببخشد اونقدر صاحب حق را راضی می کند و عطا می کند که او رضایت بدهد تا این کسی که به عهده او حق الناس هست بخشوده شود. و اصل این که خدای سبحان در حال گناه زمینه مغفرت را و شفاعت را وعده داده است فراوان است که به فرشتگان، به انبیا، به مؤمنین همه راه نشون داد که من بخشندم گناهکاران را می آمرزم
اینا با طی این راه در مسئله شفاعت را تصدیح می کنند. لذا در سوره رعد آیه ششم فرمود به این که وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، که این بین خوف و رجا، بین وعد و وعید است. فرمود مردم در حالی که گناه کردند خدا غفار است، این زمینه شفاعت است. اگر دیگران شفاعت کنند خدا میبخشد، و اگر دیگران شفاعت نکردند که آخر من یشفع همون رحمین، منتها میداند که چرا ببخشد. این اون مقدمه زعیمه شد که اینها معصومن، بدون اذن خدای سبحان کرده مغفرت نمی کنند. بنابراین اونها در برابر فرشتگان الهی و انبیای الهی در برابر خواسته خدای سبحان معصومن، بدون اذن سخن نمی گویند. سوال کرد، نه شفاعت کرد، از که خدا یا این مطلب را برام توضیح بدید. شما فرمودید که اهل مرا عذاب نمی کنید، پسر من که اهل من است، این چیه جریان؟ و ان وعدک لحق، خدایا تو وعده دادی که اهلم را عذاب نکنی و فرزندم از اهل من است. خدای سبحان فرمود من اون اهل معنوی را اراده کردم، نه اهل ظاهری را، انه لیس من اهلک. بعد فرمود اینی اعیزو که انتکون من الجاهلین، تو اینا را باید بدانی، من موعظه می کنم و مبادا این مسائل را ندانسته طرح کنی. او شفاعت نکرد. اینها از ابراهیم، از یوسف، از یعقوب سلام الله علیهما، از عیسی سلام الله علیه شو شد و از راه اولویت درباره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم هست. اما درباره خصوص حضرت در سوره مبارکه نساء جریان این که خود رسول خدا هم از شفعاست این چه آمده. آیه 64 سوره نساء فرمود به این که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. اگر اینها بعد از گناه توبه کنند تو برای اینها مغفرت طلب کنی، خدا تواب رحیم است. اینا میابن که خدا تواب رحیم است، اینها میابن تواب رحیم بودن خدا را. ولی اصل اتصاف خدای سبحان به تواب رحیم یقینی چه اینها بیابن که نیابن، یعنی اینها درباره خودشون میابن که توبه اینها مقبول است، درباره خودشون میابن که طلب مغفرت تو مؤثر است. اگر اینها استغفار کنن تو هم برای اینها استغفار کنی، اون چی که مربوط به خود اونهاست توبه است و توبه اونها مقبوله. اون چی که مربوط به شفاعت توست استغفار تو در باره اونها هم مقبول است. لوجد الله توابا در باره توبه خودشون، رحیما در باره طلب مغفرتی که تو برای اونها کردی. اینها خدا را میابند، یعنی در باره خودشون، وگرنه چه این استغفار بکنن چه استغفار نکنن خدا تواب رحیم است. پس از این مجموع استفاده می شود که انبیا هم حق شفاعت دارند، اما هیچ کدام از این شفاعت ها مثل شفاعت توبه نیست. گرچه شفاعت فرشتگان و انبیا علیهم السلام از یک نظر قوی تر از توبه است، اما از جهت دیگر توبه اثرش بیش از شفاعت اونها. بیان و زارش این است که شفاعت فرشتگان و شفاعت انبیا درباره مادون شرک و کفر و نفاق است، یعنی سقف شفاعت اینها تا مرز شرک و کفر و نفاق است، از اون به بعد بالا نمی رود. اگر کسی مشرک و کافر و منافق نبود، موحد و مسلمان بود ولی به گناهان کبیر یا صغیر مبتلا بود، شفاعت فرشتگان و شفاعت انبیاء علیه السلام اثر دارد. ولی اگر کسی کافر و منافق و مشرک بود، هیچ راهی جز توبه نخواهد داشت، تنها شفیع او توبه است. خدای سبحانم که به استراحه فرمود من از شرک نمی گذرم، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. به انبیاء هم فرمود که شما باید از کسی شفاعت کنید که دینش مرتضای من باشد. به فرشتگان فرمود از کسی مجازید شفاعت کنید که شاهد بالحق باشد و دینش مرتضا بودن باشد. گایم به استراحه فرمود شما اصلا حق ندارید درباره مشرکین طلب مغفرت کنید.
و از این بازتر فرمود به این که بر فرضم شفاعت کنید، لو فرض چه شفاعت کنید و استغفار کنید، استغفار تو مسمونی. در سوره مبارکه توبه این مسئله را مطرح فرمود به این که برای منافقین شما هر که استغفار کنید سودی ندارد. آیه 80 سوره توبه این است که استغفر لهم او لا تستغفر لهم این تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر الله لهم. برای منافقین استغفار بکنید یا نکنید یکسان است. اونا کسانی بودن که صریحا میگفتن سوان علینا اعذتم لکنتم لم تکن من الواعظین. ما هم در بارها گفتیم سوان علیهم اعذتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا اینچنین بودن. کسانی که هیچ موعظه‌ای در اونها اثر نمی کند، هیچ شفاعتی هم برای اونها اثر نمی کند. عرض کرد نه سبحانه که اگر اطلاق داشته باشد با اون مقیدات یاد شده یقینا تغییر می شود، برای اینها استغفار نمی کند. در این کریمه سوره توبه فرمود به این که بر فرضم 70 که ناظر به کثرت مرات است استغفار بکنید فلن یغفر الله لهم. چرا؟ ذالکه بانهم کفروا بالله و رسوله اینا کافرن این صغرا و الله لا یهدی القوم الفاسقین یعنی کافرین و فاسقین را هرگز به مقصد نمی رساند. این کبرا پس اینا به مقصد نمی رسن، اینا کافرن و کافر هرگز به مقصد نمی رسد، پس اینا به مقصد نمی رسن، استغفارتو سودی نداره. در همین سوره توبه آیه 113 این است که ما کان للنبی و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اینا حق ندارن استغفار کنن، پس شفاعت اینا درباره مشرکین و کفار و منافقین مضمونی است. ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. بعد اون به عنوان جواب سوال مقدر بفرماد خب اگر کسی حق ندارد برای کافر و منافق طلب مغفرت کند، چرا ابراهیم سلام الله علیه برای آذر طلب مغفرت کرد؟ اون بفرماد که به ما کان استغفار ابراهیم لعبیه لان موعدت این که بحثش جدا. در سوره منافقون هم مشابه این مطلب آمده است که منافق از شفاعت محروم و استغفار به حال او سودی ندارد. آیه 6 سوره منافقین است که سواءٌ علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. چرا؟ چون ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. این کبرای کلی را هم در سوره توبه بیان کرد، هم در سوره منافقین، و صغرا را در سوره توبه بیان کرد. همون ذالکه به انهم کفروا بالله و رسوله اینا چون کافره و کافر هرگز به مقصد نمی رسد. بنابراین گرچه فرشتگان و انبیا شفاعت می کنن، ولی محدوده شفاعت اونها محدوده ایمان است. یعنی اگر کسی مؤمن بود از شفاعت اونها برخوردار است، اگر کافر و منافق و مشرک بود از شفاعت اونها محروم است. ولی مسئله توبه این چنین نیست، سقط تأثیر توبه بلند است. اگر در کلمات قصارت سمی سلام الله علیه آمده است که لا شفیع انجهو من التوبه، ناظر به این قسمت است. فرمود هیچ شفاعتی به اندازه شفاعت توبه مؤثر و سودمند نیست، زیرا همه معاصی حتی شرک و نفاق و کفر را توبه می بخشد و می آمرزد. در سوره نساء سقف مغفرت محدود است که خدا شرک و کفر و نفاق را نمی آمرزد. ان الله لا یغفر ان یشرک به، اما و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یک ما دون و ما فوقی قائل شد. ولی درباره توبه در سوره زمر سقف قائل نشد، تمود همه گناهان به وسیله توبه آمرزیده می شود. آیه 53 و 54 سوره زمر این است که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. شما که بر خود ضرر کردید، چون هر که هر معصیت می کند جان خود را تباه می کند، وگرنه کاری با عالم ندارد. فرمود شمایی که بر خود ستم کردید ناامید نباشید، از رحمت حق ناامید نباشید. چرا؟ چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهان را می آمرزد، سقفی ندارد. انه هو الغفور الرحیم. خب سقفی ندارد و همه گناهان حتی کفر و نفاق و شرک را می آمرزد، در چه زمینه؟ زمینه شایه بد بیان کرده بود و انیبوا الی ربکم
و اصل موله انابه کنی، توبه کنی، اسلام بیاوری. اگر اسلام آوردید، الاسلام و یجب ما قبله، همه گناهان و حقوق گذشته را اسلام جب و قطع می کند. هر حکمی که از ناحیه اسلام آمده است، مسلمان باید اون قوانین و احکام را رعایت کند. اگر کسی تا کنون مسلمان نبود و اون قوانین و احکام را عمل نکرد، اکنون که اسلام آورد، لازم نیست هیچ یک از اون قوانین و احکام ترک شده را قضا کند. این قید برای آن است که الاسلام و یجب ما قبله نمیگوید اون قوانینی که اسلام نیاورد اونها هم با اسلام از بین می رود، بلکه میگوید اون احکام و قوانینی که از راه اسلام آمده است، اگر کسی تا کنون مسلمان نبود و به اون قوانین عمل نکرد، الان که اسلام آورد لازم نیست جبران کند. یعنی قضای نمازها لازم نیست، قضای روزها لازم نیست، قضای اون دیون مالی نظیر کفارات و زکوات و اخماس لازم نیست بمانند. اما مسئله اوفو بالعقود را اسلام نیاورد. این جزء غریزه های بشری بود که اسلام تأسیس نکرد، تأیید کرد. اگر کسی قبل از اسلام مالی خرید و بدهکار است، خب بعد اسلام مال مردم رو بپردازد، زکات را لازم نیست بپردازد، اما ثمن مبیع را باید بپردازد. هر چرا که اسلام آورد و این شخص چون مسلمان نبود اونها را انجام نداد، الان به وسیله اسلام لازم نیست اونها را قضا به جا بیاورد، همه اونها مقبول است. یعنی لازم نیست. الاسلامو یجب و یقطع ما قبله، یعنی هر چرا که اسلام آورد. اما اون حقوقی که مربوط به اسلام نیست، حقوقی است انسانی، منتها اسلام او را امضا کرده است، نظیر بیع، نظیر اجاره، نظیر عقود دارجه بین انسان ها، که اسلام در این زمینه تأسیسی ندارد بلکه امضا کرده است. فرمود وقتی چیزی خریدید باید مال مردم را بپردازید، کسی نمیتواند بگوید من چون قبل از اسلام این خانه را معامله کردم و بدهکار بودم، الان که مسلمان شدم اسلام قطع و جب دارد نسبت به گذشته ها. علایان همه حقوق و تکالیف دنیایی و اخروی که مربوط به اسلام است با توبه حل می شود. الاسلام و یجب و ما قبله. و این کریمه می فرماید همه گناهان را توبه می بخشد. اگر در سوره نساء تقفی درست کرد، فرمود ما دون شرک و ما فوق شرک، قبل از شرک و بعد از شرک، قبل از شرک را خدا می آمرزد، شرک و بعد را نمی آمرزد، یعنی بی توبه نمی آمرزد. و اما اگر کسی توبه کرد همه گناهان را می آمرزد. این چه نیست که اون آیه مقید این آیه باشد. اون آیه بگوید به این که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و این آیه بفرماید به این که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این آیه بگوید همه گناهان را می آمرزد. اون آیه تفصیل بدهد بین ما، بین شرک و غیر شرک. این چنین نیست. اون که تفصیل میدهد در زمینه غیر توبه است، این که اطلاق و عموم دارد در زمینه توبه است. پس از این جهت هیچ شفیعی به اندازه توبه سودمند نیست، حتی فرشتگان، حتی انبیا، زیرا انبیا و فرشتگان شفاعت اونها سقفی دارد و اون این است که از غیر مشرکین و غیر کافرین و غیر منافقین شفاعت کنند. اما از یک نظر شفاعت فرشتگان و اولیا و ائمه علیهم السلام قوی تر از توبه است، برای اینکه توبه گرچه پذیرشش تقفی ندارد، اما مادامی که توبه محقق است اون در دنیاست. ظرف تحقق توبه دنیاست، ولی ظرف تحقق شفاعت فرشتگان و انبیاء علیهم السلام هم در دنیا هم بعد از دنیا. بعد از مرگ کسی نمیتواند با توبه خود را تطهیر کند، چون همون وللذین یموتون و هم کفار. توبه یک فعل است و عمل است، و عمل در دنیا است و در آخرت جا برای ایمان و عمل نیست. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. بنابراین گرچه تأثیر توبه از نظر وسعت قبولی تقفی ندارد، حتی شرک را هم
تدهیر می کند، ولی در محدوده دنیا. در آخرت جا برای توبه نیست، اما جا برای شفاعت فرشتگان هست، جا برای شفاعت اولیای الهی هست، جا برای شفاعت ائمه معصومین علیهم السلام هست. زمینه رو باید فراهم کرد. اگر کسی مسلمانی بود و گناه کرد و بی توبه مرد، این امید شفاعت هست، از او شفاعت به عمل می آید، از او شفاعت می کنن. زمینه را البته در دنیا فراهم کرد که اسلام است، اما بعد از مرگ کاری انجام نداد، نه توبه‌ای کرد و نه اسلام جدیدی آورد، بلکه همون اسلام قبلی زمینه بود تا لیاقت شفاعت شفعا را پیدا کند. پس این که حضرت فرمود لا شفیع انجه من التوبه، ناظر این است. در بیانات حضرت در نهج البلاغه راجع به شفاعت که ملازم فرمایید، در بحث‌های روایی سودمند است. یکی این است که حضرت فرمود لا شفیع انجه من التوبه، یکی این است که فرمود الشفیع جناح و طالب. شفیع مثل پر انسان طلبکار است، انسانی که چیزی را طلب می کند. وقتی که شفیع ندارد مثل اون پرنده است که پر ندارد، ولی وقتی شفیع دارد مثل اون پرنده است که پر پیدا کرده است، قدرت پرواز دارد. درباره شفاعت قرآن و امثال ذلک هم روایات باید کمک کند. والحمد لله رب العالمين.